سلام به عزیزای دلم، امیدوارم که حال دلتون خیلی 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 خوب باشه، غم نداشته باشین، مریضی نداشته باشین. امروز لوکیشن عوض کردم، اومدم سالن یوسف چون حرفم امروز راجع به این سالنه. ما قرار بود که این سالن استخر رو بازسازی کنیم، یعنی دیگه استخر رو سونا و جنبازی رو کلی دیگه ترتیب میکنیم. به خاطر کمبود آب گفتیم این کار رو انجام بدیم دیگه، چون واقعا آب نیست تو ایران. بعد از سالی هم که بچه ها رفتن دیگه ما این استخر رو خاموش کردیم. دیگه میخوایم چیکار؟ که منم همسرم نیلوفرم که میره دانشگاه دیگه وقتی که بیاد استخر رو اینا نداره. بعد گفتیم بازسازی کنم، قرار بود امروز دو تا مهندس بیان اینجا که اینجا رو ببینن. من یک واحد سخابه دارم اینجا رو از اینجا یه پله بخوره، یعنی از توی حیاط یه در داره از اونجا، الان بهتون نشون میدم در داره، ولی نه اون در میشه قسمت انبار و اینا، زیاد جالب نیست. از توی حیاط گفتیم یه در بذارم پله بخوره بیام پایین. بعد دیگه اینجا رو یه واحد سخابه دارم دیگه، همون مدتشوی و دیگه آشپزخونه. کلا اجاره من نمیدم به خاطر این کس از خونه داشته باشم بخوام به یکی اجاره بدم دوست ندارم، به خاطر اینکه دلم میسوزه دیگه، میگم ما میشه دلشوره داره باید اجاره خونه بده اینا دوست ندارم. گفتم اینجا رو یه واحد خوب درارم که وقتی مهمانی یا کسی اومد خونه من راحت باشه، دیگه بیاد پایین و دیگه معذب نباشه، فقط صبحون نماشان بیاد پیش خودم بارم. بعد الان بهتون نشون میدم. بعد یکی هم که این چند ماه یه هفته است اصلا حال و حوصله خوبی ندارم، نیلوفر من مریض شده، خیلی مریض شده، هر دکتری میبرم بهش، هر جا که بگیم بردم، بلد میخوام اصال استفراغ شدید داره، میره زیر سروم میاد میگه حالم خوبه ولی باز دوباره حالش بد میشه. تو یک هفته 3 کیلو وزن کم کرد دیگه، بالا دیگه نمیدونم باید چی کار کنم که این حالش خوب بشه. حالا قراره ببرمش بیمارستان پارس تو بولوار کشاورزی تهران، ببرمش اونجا یه سری آزمایش رو بدیم ببینیم که این برای چیه. من که مثل که اصفهان که بودم، نیلوفر دوستش میاد پیشش، من اصلا کلا من هر جا که میرم میگم نیلوفر من غذا درست میکنم تو همین غذا رو بخور، کلا همیشه خوب باشه. چند جور غذا درست میکردم دیگه، حتی دسرم درست میکردم، گفتم من نیستم تو اینا بخور. اون روز گفتم آمان هیچی درستم تو برو، من که رژیم هم هیچی نمیخورم، من که میرم این از سر کوچم یه مطبخ باز شده، یه رستوران باز شده، هم مطبخ هم رستورانه، مثل این که قرمه سبزی میگیره. نیلوفر هم که عاشق قرمه سبزی، یعنی من وقتی قرمه سبزی درست میکنم بهتون میگم 15 روزم بمونه قرمه سبزی رو میخورم. این برای خودش قرمه سبزی سفارش میده، این قرمه سبزی رو میخوره، همانا 12 ساعت نشدم که این میفته دیگه. من همش یه پام تو خونه هست، یه پام تو بیمارستان هست، متاسفانه خوب نشده. امروز قرار بود این دوتا مهندسان بیان، یکیش دکوراسیون داخلی بود، یکیش هم که طراح بود که استخر اینا رو میخوان جمع بکنن، که دیگه بهشون زنگ زدم بودم اگه میشه فعلا این جریان کنسل بکنیم برای چند روز، چون دختر من اصلا حالش خوب نیست. بعد دیگه گفتم حالا اگر کسی میدونه که دکتر خوب یا چه میدونم ببخشید چیمونه بیرون روی نیلوفر من خوب بشه، هر که هرچی سنتی
هرچی میدونی به من بگی، من خیلی خوشحال میشم که من اون کارو انجام بدم. حالا دیگه گفتیم تا شنبه که من شنبه ببرمش بیمارستان پارس تهران که ببینیم این چی، حالا شاید ویروسه، نمیدونم والا اصلا موندم تو هنوز. آره دیگه از جمعه که امروز چهارشنبه است، پنجشنبه است، نیلوفر 3 کیلو وزن کم کرده و خیلی از این جریان من و باباش ناراحتیم. بعد دیگه همین دیگه گفتم که بیام، یه دلم براتون تنگ شده، گفتم بیام یه صحبتی هم با شما بکنم. حالا بگذاریم از این حرف ها و اینا، ایشاله که هیچ کس تو زندگیش مشکل نداشته باشه، مریضی نداشته باشه، یه مریضی دیگه برای همه پیش میاد. بعد گفتم که بیام پایین صحبتی هم با شما بکنم، چون بالا نمیتونستم صحبت بکنم، نیلوفر اصلا حوصله نداره. بعد گفتم بذار خونه سکوت باشه یه مقدار براش بهتره. اومدم تو سالن کنم اینجا رو بهتون نشون بدم، بعد دیگه جونم براتون بگه. همین الان میبرم بهتون نشون میدم که میخوام چیکار کنم. عزیزای دلم، ببینید این کلن رو این استخ رو میخواییم بپوشونی، بعد از اینجا میخواییم یه پله خیلی شیک و عالی، یه در خیلی خوب اینجا بزنیم. بعد کلن این استخر ما خیلی سوراخ سنبه زیاد داره. این یه دریه که من سیر ترشیامو اینجا گذاشتم، ترشی سیر ترشیامو اینجا گذاشتم. بعد دوباره اینجا یه دستشوی همون اینجا داره که اینا تمام گفتن که باید حذف شه. اینجا هم که دوشه، یکی میاد خونمون، من نمیدونم چرا بهشون هرچی میگم بیاین بالا همون میگن نه ما بالا راحت نیستیم. اینم که برنجاست، از روزی که علی و عرفان رفتن دیگه این برنجا دست من باد کرده، هی خود به این به اون میگن که تمام میشه. این جکوزی هم نصف کار مونده بود دیگه، ما دیگه درستش نکردیم، دیگه گفتیم دیگه ولش کن، دیگه میخواد خراب بشه. بعد اینم که سالن جکوزیه که یه درش هم بسته است دیگه، حالا بعد با مکافات این در رو باز بکنم، دیگه باز نمی کنم. اینم که سالن بود، اینجا هم که رختکن بود دیگه، خیلی اون موقع که چند سال پیش من اینجا رو آب میریختم و پر میکردم و همه میومدن، خیلی چیزتر بود، بهتر بود همه چی، ولی خب دیگه بستم درش. دوباره اینجا یه دستش توالت دیگه است. بعد این در رو میگم، این در باز میشه به پشت حیاط که بغلش انباره و شفاشخونه است که گفتم اینو کلن باید حذفش بکنیم. بعد دیگه گفتیم این پله رم که گفتم کلن بردارن، این پله میره بالا داخل سالن پذیرایی، گفتم اینم حذفش بکنن، کلن سقف بزنن که اون بالا برای من یه انبار بشه، کلن اینجا یه فضای بزرگ میشه، باز میشه کلن اینجاها فضای باز میشه. حالا مهندس ها گفتن ما میایم کلن باید این دیوارا کنده بشه که یه آشپزخونه اوپن خیلی خوب، گفتم خیلی جدید برای من دارین. بعد این شومینه رو هم گفتم از این شومینه های شیشه‌ای برای من بزنن، از این جدید ها. بعد دیگه حالا دیگه نمیدونم میخوان دیگه چی کار بکنن، من نمیدونم. بعد دیگه اینا هم که تختای استخره گفتم همه رو حالا بعدن با این صندلی و اینا همه رو میدم بره، حالا هر کی که لازم داره یا میبرم میذارم باغ.
بعد یه چیزی دیگه میخواستم بگم، ما قبلا که این خونه رو برای ما ساختن مهندسش از انگلیس نقشش رو آورد، یعنی خودش هم انگلیس زندگی میکرد، بعد میخواست این سقف رو شیشه بکنه، یعنی این قسمت سالن رو شیشه بکنه که بالا که سالن پذیرایی پایین معلوم باشه، که شهردار اجازه نداد، گفتن که شهرداری اینجا اجازه ندادن، گفتن نه نمیشه که شما این کار رو انجام بدیم دیگه، حذف شد. یه سری هم من به همسرم گفتم بیا اینجا رو کلن، حالا واحد هم در نیاوردیم، پارکینگش کنیم، یعنی ماشین بیاد پایین، یه پارکینگ بزرگ بشه با انبار و اینا. بازم همسر من قبول نکرد، گفت نه بذار یه واحد سه خوابه خیلی خوب دراریم برای مهمونامون که میان، حالا از هر کجا که تشریف میارن خونه ما دیگه بیان طبقه پایین، بعد دیگه همیا بدم برای سرایداری که نیستن دیگه خیالم راحت بشه، حالا دیگه نمیدونم دیگه باید چی کار کنیم. خب دیگه همین بود که براتون گفتم، میگم من الان دارم با شما حرف میزنم یه فکرم میشه نیلوفره که چی میشه، یه فکرم هم که درگیرم دیگه، کلن وقتی فکر درگیر باشه نمیدونی چی باید بیان بکنی، بعد دیگه همین دیگه چی بود که جان اندازم، همین اولا که خیلی تشکر میکنم از اونایی که ولاگای منو میبینن، کامنت های قشنگ قشنگ برای من میذارن، خیلی خیلی دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم، الان ذهنم یاری نمیکنه که اسمای شما عزیزای دلم رو بگم، از اونایی که من اصفهان دعوت کردن و اومدن هتل من و فریجون رو دیدم، خیلی دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم، واقعا مردمان خیلی خوبی داریم ما. حالا اون یه سری هایی که چیزن اونا رو بلش کنید دیگه، اونا رو بل کنید، چون خیلی به من دور وری ها میگن که زیاد دیگه رو کرف نزن، اونا رو بل میکنید میدازیم کنار، اینا یه سری هایی که دوستای خودم هن، رفیقای خودم هن، خیلی دوستتون دارم، خیلی به خدا همیشه دعاگو هستم، هر موقع میخوام دعا کنم همه تون رو دعا میکنم، بعد دیگه هم خیلی 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 دوستتون دارم، ایشالله که هیچ وقت غم نبینیم، تنتون سالم باشه، خوشبختی بچه هاتون رو ببینیم، لبتونم خندون باشه، سایه پدر مادرها رو سرتون باشه، اونایی که دارن قدرشون رو بدونید، پدر مادر مثل میوه کمیاب میمونه، وقتی از دست بدید دیگه از دست دادید، هیچ کس هم جای پدر مادر رو نمیگیره، نه خاله نه عمه نه عمو نه دایی، هیچ کس یعنی من به نوبه خودم اصلا قبول ندارم، میگن خاله جای مادر من، اصلا قبول ندارم، یا عمه جای نمیدونم پدره، یا یه نوحه هایی میخونن سر خاک وقتی پدر میمیره میگن آی عمه فلانه آی عمه، دروغه آقا دروغه، هیچ کس جای پدر و مادر رو نمیگیره، نه عمه نه خاله نه دایی، هیچ اصلا من به این اعتقاد ندارم، کل حرفم اینه که قدر پدر و مادرتون رو بدونی، حتی اگر بدن که فکر نمی کنم هیچ پدر و مادری بد باشن، من اصلا این اعتقاد ندارم، اگرم باز بدن باز بده، بچه های خودشون رو نمی خوان، شاده که سایه شون چه خوب چه بد بالا سرتون باشه، با شما ها قدر پدر مادراتون رو بدونید، خاله، عمه، عمو، دایی رو بل کنید، بلشون کنید، مخصوصا وقتی پدر و مادر که میمیرن دیگه
دیگه اصلا دیگه بنده من که اصلا دیگه کاری ندارم، هیچ کاری ندارم. یعنی از روزی که مامانم فوت شد گذاشتمشون کنار، ولی خب باز همون عمه همون عمو باز یه زنگی به من میزنم. خب بگذاریم بلش کنم، شاید سلامت باشن، پایدار باشن، با ما کاری نداشته باشن. خب اونایی هم که به در مادرشون فوت شدن، مثل من، مثل همسر من، مثل پدر مادر عمو عباس، مثل پدر فری جون، خدا رحمتشون کنه، نور به قبرشون بباره، تمام پدر مادر رو، همه و دیگه همین دیگه. ایشالله که هر کی مریض داره اخونشون پاکسازی بشه و بره. خب خیلی دوستتون دارم، خیلی دوستتون دارم از ته قلبم میگم. به خدای بزرگ میسپارمتون تا بلاگ بعدی. خدا نگهدار.